با دروس راه عدالت در خدمت شما عزیزان هستیم. شما باید از سر نو مولود گردید. انجیل یوحنا 3. دوستان عزیز شنونده، فیض و سلامتی بر شما باد. ما در نام خدا، خداوند سلامتی که می‌خواهد همگان راه پارسایی و عدالتی را که او بنیاد نهاده است درک کرده و مطیع آن شوند و برای همیشه سلامتی حقیقی را در او داشته باشند، به شما سلام و درود می‌فرستیم. خوشحالیم که می‌توانیم دوباره با برنامه راه عدالت در خدمت شما عزیزان باشیم. در برنامه‌های پیشین و سلسله مطالعات خود درباره انجیل دیدیم که عیسی مسیح در تولد، در شخصیت و در سیرت، کردار و در تعالیم خود منحصر به فرد بود. در تاریخ هرگز شخصی همانند او وجود نداشته است. کسانی که تعالیم او را می‌شنیدند حیران می‌شدند، زیرا ندیده و نشنیده بودند که کسی چنین با اقتدار سخن بگوید. چند کلمه کوتاه از زبان عیسی از انبوه تعالیم کاتبان و معلمین یهودی بسیار با ارزش‌تر و مقتدرانه‌تر بود. به همین دلیل هم بیشتر این افراد از عیسی خداوند دلخوشی نداشتند، هم تعالیم عیسی نه تنها با حرفهای آنان در تعارض بود، بلکه همچنین او ریاکاری فریسیان و معلمین یهود را پیش همه آشکار می ساخت. در برنامه قبلی موعظه سر کوه عیسی مسیح را مطالعه کردیم و دیدیم که چگونه ریاکاری را محکوم می کرد. می توان گفت که موعظه او در سه کلمه خلاصه می شد: مثل ریاکاران نباشید. عیسی مسیح در انجیل متی باب 23 آیه 27 درباره ریاکاران چنین فرموده است: وای بر شما ای علمای دین و فریسیان ریاکار، شما همچون گورهایی هستید سفیدکاری شده که از بیرون زیبا به نظر می رسند، اما درون آنها پر است از استخوان‌های مردگان و انواع نجاسات. هیچ کس نمیتواند خدا را فریب دهد. در رساله به عبرانیان باب 4 آیه 13 چنین گفته شده است: هیچ چیز در تمام آفرینش از نظر خدا پنهان نیست، بلکه همه چیز در برابر چشمان او که حساب ما با اوست عریان و آشکار است. عیسی خداوند که از دل همه انسان‌ها آگاه است، می‌دانست که در دل معلمین مذهبی یهود و کاتبان و افراد به ظاهر دیندار یهودی چقدر ریاکاری موج می‌زند. در ظاهر آنان تمام اعمال مذهبی را به جا می‌آوردند، ولی در باطن پر از ناراستی و خباثت بودند و چیزی از کلام راستین خدا نمی‌دانستند. بنابراین عیسی خداوند به شاگردانش تعلیم داد تا مانند مذهبیون ریاکار نباشند. اجازه دهید تا چند آیه مرتبط از فصل ششم انجیل متی را برایتان قرائت کنم. به کلام خدا گوش فرا دهید. پس هنگامی که صدقه می دهی جار مزن، چنان که ریاکاران در کنیسه ها و کوچه ها می کنند تا مردم آنها را بستایند. آمین به شما می گویم، اینان پاداش خود را به تمامی یافتند. هنگامی که دعا می کنی همچون ریاکاران مباش که دوست می دارند در کنیسه ها و سر کوچه ها ایستاده دعا کنند تا مردم آنها را ببینند. آمین به شما می گویم، اینان پاداش خود را به تمامی یافتند. هنگامی که روزه می گیرید، مانند ریاکاران ترش رو مباشید، زیرا آنان حالت چهره خود را دگرگون می کنند تا نزد مردم روزه دار بنمایند. آمین به شما می گویم که پاداش خود را به تمامی یافتند. همچنین در فصل پنجم همین انجیل نوشته شده است:
زیرا به شما میگویم تا پارسایی شما برتر از پارسایی علمای دین و فریسیان نباشد. هرگز به پادشاهی آسمان راه نخواهید یافت. پس شما کامل باشید، چنان که پدر آسمانی شما کامل است. و در فصل هفتم همچنین می‌خوانیم: از در تنگ داخل شوید، زیرا فراخ است آن در و عریض است آن راه که به هلاکت منتهی می‌شود و داخل شوندگان به آن بسیارند. اما تنگ است آن در و سخت است آن راه که به حیات منتهی می شود و یابندگان آن کمند. خداوند مسیحا مردم را تشویق می کرد تا راه تنگ را برگزینند، چرا که تنها این راه است که منتهی به حیات جاودانی می گردد. این موضوع بسیار مهم است. به طور خلاصه عیسی می‌فرمود که ما باید قلبی کامل و خالص داشته باشیم. اما سوال این است که چگونه فرزندان آدم که اسیر گناه هستند می‌توانند دلی پاک و نیکو داشته باشند؟ آیا انسان می‌تواند کاری انجام دهد تا دل ناپاک او تبدیل به قلب نیکو و پاک گردد؟ خیر، انسان با توانایی شخصی خود هرگز نمیتواند کاری کند که دلش آنطور پاک شود که خدا را راضی و خوشنود گرداند. ما گناهکاران اصلا نمیتوانیم کاری بکنیم که در پیشگاه خدا خالص به حساب آییم. حال اجازه میخواهم تا با هم دوباره به کلام خدا بازگردیم و داستان گفتگوی یکی از رؤسای مذهبی شهر اورشلیم زمان عیسی را که نیقودیموس نام داشت از کلام خدا بخوانیم. عیسی در گفتگو با وی نشان می‌دهد که چگونه یک انسان گناهکار می‌تواند قلب پاک و زندگی جاودان را از جانب خدا بیابد. قسمتی از فصل سوم انجیل یوحنا را خدمتتان قرائت می‌کنم. با احترام به آن گوش دهید. مردی بود از فریسیان، نیقودیموس نام، از بزرگان یهود. او شبی نزد عیسی آمد و به وی گفت: استاد، می‌دانیم تو معلمی هستی که از سوی خدا آمده است، زیرا هیچ کس نمی‌تواند آیاتی را که تو به انجام می‌رسانی به عمل آورد مگر آنکه خدا با او باشد. عیسی در پاسخ گفت: آمین، آمین به تو میگویم، تا کسی از نو زاده نشود، نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. نیقودیموس به او گفت: کسی که سال خورده است چگونه میتواند زاده شود؟ آیا میتواند دیگر بار به رحم مادرش بازگردد و به دنیا آید؟ عیسی جواب داد: آمین، آمین به تو میگویم، تا کسی از آب و روح زاده نشود، نمیتواند به پادشاهی خدا راه یابد. آنچه از بشر خاکی زاده شود، بشری است، اما آنچه از روح زاده شود، روحانی است. عجب مدار که گفتم باید از نو زاده شوید. باد هر کجا که بخواهد میوزد، صدای آن را میشنوی، اما نمیدانی از کجا می آید و به کجا می رود. چنین است هر کس نیز که از روح زاده شود. نیقودیموس از او پرسید: چنین چیزی چگونه ممکن است؟ عیسی پاسخ داد: تو معلم اسرائیلی و این چیزها را در نمی یابی؟ آمین، آمین بر تو می گویم که ما از آنچه می دانیم سخن می گوییم و بر آن چه دیده ایم شهادت می دهیم. اما شما شهادت من را نمی پذیرید. اگر هنگامی که درباره امور زمینی با شما سخن گفتم باور نکردید، چگونه باور خواهید کرد اگر از امور آسمانی به شما بگویم؟ هیچ کس به آسمان بالا نرفته است مگر آن که از آسمان فرود آمد، یعنی پسر انسان که در آسمان است. همان گونه که موسی آن مار را در بیابان برافراشت،
پسر انسان نیز باید برافراشته شود تا هر که به او ایمان آورد حیات جاودان داشته باشد. زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاویدان یابد. زیرا خدا پسر را به جهان نفرستاد تا جهانیان را محکوم کند، بلکه فرستاد تا به واسطه او نجات یابند. لازم است که کمی در این باره بیاندیشیم. عیسی به نیقودیموس فرمود که حقیقت این است که اگر کسی از سر نو متولد نشود، هرگز نمیتواند وارد پادشاهی و ملکوت خدا گردد. اما آیا نیقودیموس معنای این فرمایش عیسی را درک میکرد؟ خیر، و عیسی او را با لحن ملایمی مورد شماتت قرار میدهد، زیرا او یک معلم یهود بود و این موضوع را درک نمیکرد. به طور خلاصه عیسی این را به نیقودیموس میگفت که هر کس میخواهد از حضور خدا و حیات جاودانی او برخوردار گردد، باید تولد تازه بیابد. البته واضح است که این امر معنای فیزیکی و جسمانی ندارد، بلکه روحانی و معنوی می باشد. تولد تازه به این معنا است که روح پاک خدا ما را دوباره احیا می فرماید و از ما یک موجود کاملا تازه می سازد. همه ما باید از قدرتی که از آسمان می آید و کاملا با آنچه از دل مذهب بیرون می آید تولد تازه را تجربه کنیم. ما باید از درون دگرگون شویم. همه فرزندان آدم به گناه آلوده هستند و نمی توانند جایی در ملکوت خدا داشته باشند. فرزندان آدم قدرت ندارند تا خود را از اسارت گناه و مرگ رهایی بخشند. گذران وقت در مذهب نمیتواند ما را پاک سازد تا منظور نظر خدا شویم. تنها باید خدا به داد ما برسد و ما را نجات دهد. ما که فانی هستیم نمیتوانیم غیر فانی را به میراث ببریم. باید تولد تازه بیابیم. این همان چیزی بود که خداوند عیسی به نیقودیموس فرمود. اما او برداشتی متفاوت از این گفته داشت. به همین علت درباره آن دوباره از عیسی سوالاتی پرسید. عیسی هم به او چنین پاسخ داد. همان گونه که موسی آن مار را در بیابان برافراشت، پسر انسان نیز باید برافراشته شود تا هر که به او ایمان آورد، حیات جاویدان داشته باشد. زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاویدان یابد. عیسی برای آنکه به نیقودیموس یادآوری کند که پیشینیان او برای رهایی از داوری و مجازات الهی در بیابان چه کاری انجام دادند، مثال ماری را که موسی در بیابان درست کرد برای او بازگو نمود. زمانی که قوم اسرائیل علیه موسی و خدا شکایت کردند، خدا مارهای سمی را فرستاد تا قوم را تنبیه نماید و بسیاری از ایشان در اثر نیش مارها از بین رفتند. اما پس از آنکه قوم به زور خدا توبه کردند، خدا به موسی فرمان داد تا یک مار برنجین ساخته و آن را بر یک پایه برپا دارد تا هر کس که بر آن می‌نگرد از مرگ در اثر نیش مارها رهایی یابد. به همین سبب عیسی خداوند به نیقودیموس می‌گفت که قوم اسرائیل بایستی برای نجات به آن مار نگاه می کردند و تمام فرزندان آدم هم برای نجات از مجازات گناه بایستی به آن یگانه منجی که خدا فرستاده است ایمان بیاورند. همه ما همانند قوم اسرائیل هستیم که توسط مار گزیده شده و زندگی ما در خطر نابودی ابدی است. گناه همانند سم مار است
که ما را فنا می سازد. همه ما گناهکار هستیم که اگر به منجی ایمان نیاوریم در دوزخ ابدی خواهیم سوخت. هیچ راهی برای نجات خودمان از داوری عدل الهی نداریم. اما خدا را شکر که او راه نجاتی را برای ما انسانها مهیا فرموده است تا به آن نجات و حیات بیابیم. آیا شما عزیزان شنونده این راه نجات را می شناسید؟ خداوند عیسی در مورد آن چه فرموده است؟ او فرمود که منجی پاک بایستی بلند کرده شود که منظورش همان مصلوب شدن خودش بود تا راه رهایی و رستگاری انسانها فراهم گردد. در اثر ایمان به عیسی مسیح است که هر انسانی که به او بنگرد و او را بپذیرد می تواند نجات و زندگی ابدی را دریافت نماید. آیا شما به او ایمان دارید؟ آیا باور دارید که خدا نمی خواهد تا کسی هلاک گردد؟ آیا می دانید که او راهی برای رهایی ما از چنگال شیطان و مرگ فراهم نموده است؟ کلام خدا در رساله دوم پولس به قرنتیان باب 5 آیه 21 چنین می فرماید: به خاطر گناهان ما خدا او را که مرتکب هیچ گناهی نشده بود گناهکار شناخت تا به وسیله او ما هم در برابر خدا نیک شمرده شویم. دوستان خوبم، خدا تغییر نکرده است. آنچه که عیسی به نیقودیموس فرمود امروز همان را به شما می فرماید. شما باید تولد تازه بیابید. خدا می خواهد تا با قدرت بی انتهای خود دل شما را پاک و احیا نماید. اما شما باید به این خبر خوش ایمان داشته باشید. شما باید به مسیحای موعود ایمان آورید. باید بپذیرید که عیسی که هرگز گناه نکرد جریمه و تاوان گناه من و شما را کاملا پرداخت تا عدالت او به حساب ما منظور شده و خدا ما را در خون عیسی مسیح بیامرزد. اگر کسی تولد تازه نیابد هرگز نمیتواند وارد ملکوت خدا گردد. دوستان خوب شنونده، بسیار ممنونیم که در این برنامه هم با ما همراه بودید. در برنامه آینده گفتگوی عیسی خداوند را با زنی که 5 شوهر داشت بررسی خواهیم نمود. خدا شما را برکت دهد تا بفهمید که عیسی فرمود عجب مدار که به تو گفتم باید شما از سر نو مولود گردید. تا برنامه بعدی شما را به دستان رحیم خدای قدوس می سپاریم. خداوند شما را برکت دهد و محافظت فرماید. آمین. دوستان، من امیدوارم این برنامه باعث برکت و بنای شما عزیزان شده باشد. ما منتظر نظرات، پیشنهادات و سوالات شما عزیزان هستیم. شما می توانید از طریق واتساپ و تلگرام با شماره تماس 2031-638-98-98-98 و همچنین با ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در ارتباط باشید. همگی شما را به آغوش خداوند ازلی و پرجلال می سپاریم. شدی عیسی با جلال خدا، منجی آمد جهان، هادی گمرهان، در آخری پست مسیحا مولود گشت، با عشق و آه و زجر عمرش بگذشت. آه دوستش دارم، او را ستایم، اوست راه و نورم، در
در جسم انسان ها نور خدایی بخشید روشنایی، جهان را داد از ظلمت رهایی. Hey,
امید من، مسیح تنها منجی جهان. شیطان دور شود، در روح و وجودت حکمرانی کند، آرامش مسیح در تو پدید آید. برکت شما شده باشد. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید، می توانید با شماره واتساپ 2031 638 98 98 98
ما در ارتباط باشید.